السلام علیکم بانوان مادران و گل دختران قشنگ و زیبا. امروز برای شما کلکسیه برهای جدیدی را که موافق طب و ذوق میزوجان یعنی مشتری ها ما از ترکیه فرمایش میدهیم با شما پیشکش میگردانم. میخواهیم که مطابق طب و ذوق خودتون از آن همین کلکسیه لباس های زنانه فرمایش دهین از دولت ترکیه، پس میتوانید با رقم های ما که در روی اکران هستن به واتساپ ما مراجعه کنین و در گروه داخل شوین و در آنجا شما کلکسیه زیاد لباس های زنانه را ببینین. و پیشکی میگم که دستفکه به روسیه هست 1300 روبل هست. نفرایی که راضی هستین بر 1300 روبل میتوانین که بر ما مراجعه کنین، یا اینکه اگر شما دوست و رفیق خوخش تورو داشته باشین میتوانین که دو سه نفر یک جا شیده پول دستفکه تقسیم کرده از آن همین کلکسیه لباس ها زکست کنین. ما از ترکیه آورده به شما دستفکه میکنیم و زنهایی که در گرمانی قرار دارین یا اینکه دیگر دولت های اروپا شما نیز شیتابین، زیرا که به نهایت صفت خوب دختی زیبا و این چونین وطن خیلی شیک و شینم و زیبا هستند. شیتابین بانوانی عزیز، زیرا که در آلمان یافتن چونین نوع لباس های با موافق طب و ذوق شما به نهایت مشکل است و من با کمک شما حاضر هستم که برای شما لباس های به نهایت زیبا رو پیشکش گردانم. شما می توانید از کلکسیه لباس های زنانه ما پیدا کنین: ابایا ها، کورتا های دویکا، ترویکا، کورتا های دراز، جینز های دراز و این چونین تونیکا ها، رومول ها، شرف ها، حجاب های تیار، همه نمود لباس ها را می توانین که ما پیشکش میکنیم. شما از اونجا یکی اشون رو مطابق رزمیر و رنگ دلی خودتون انتخاب میکنین، در ما زکس میکنین، پیشکی 50% پیش پرداخت میکنین و در مدت یک هفته ما از ترکیه بارها را میاریم و برای شما دستفکه کرده میرسونیم. پس شتابین، زیرا وقت به نهایت کم است. روزی هر یکی شما به خیر شادی باشد دوستان، مادران و گلدخترانی عزیز. دوستانی که نو به کانال ما مهمان هستین، شما را خوش آمدین میگم و حضور شما را، قدم های شما را من نادیده نمیگیرم و در هر یک ولوگم ما احترام خاصه شما را دانسته خوش آمدین میگم هر یکی شما را. و امروز شما را ما از یک صبحی نو از اومده کردن یک صبحانه جدید همراهی خودم گرفتم و امروز در صبحانه میخوام طرز تیار کردنی سیرینکی را به شما پیشکش کنم و باوری دارم و میدونم که زیادی زنها طرز تیار کردنی سیرینکی را میدونند و میتوانند و عادتا من همین گونه اومده میکنم که سراول творога ма аз сеткачакҳои махсус мегзаронам ё ин ки аз дохили дока меандозен, сахт меҷафен ки обаш ҳамаш буброяд. творога хуб майда мекунен, баъдан як дона тухма ба дохилаш илова мекунам. дарҷа твороги ма ним кило ҳай, баъдан камтар ванила илова кардам ва каме дигар ба андозаи се қошуқи калон ма шакар илова мекунам. се чор қошуқи калон мешава, ин қошуқчаи ма камтар андозаш калонтар акай 15 грамм ай ва шумо метавонед се ё чор қошуқ шакар илова кунед ва каме дигар намак илова мекунам албатта ба дохилаш ва ҳама инҳоро ма хуб ба ҳамдигар лат мезанам, андозаи чор қошуқи орд илова мекунам. орди ма пешакӣ аз элак гузарондагӣ ҳаст духтарако, ба ҳамин хотир ма аз элак нагузарондам ва шумо метавонед ки аз элак гузаронед, зеро ки орд боз ҳам хубтар ковок меояд ва дохили сернинки шумо низ хубтару болаззаттар мешавад. орда ки вақте ки ба дохилаш илова мекунем теъдоди кам, зеро ки агар ордаш зиёди бачи дохилаш мулоим ва ба монанди хамир мешавад ва кӯшиш мекунем ки теъдоди зиёди орда дар вақте ки мо ба лулачаҳо тақсим мекунем орда ана ҳаму замон бисёртар истифода барем. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظم العطايا مبسوطا يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك سبحانك
ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير سیرنین کیو را لکه امو تایور کردیم دوستان و توبه را کم در گرم میکنیم. در توبه ما ایلوه میکنیم روغن ککوس و نفرهایی که از روغن ککوس نداشته باشین میتوانین که با روغن های عادی آماده کنین لیکن با روغن ککوس به نهایت طعمش باز لذت دیگر دارد و به نهایت بوی خوب میدهد. روغن را کم در آب میکنیم و توبه را از همه بلنده میمونیم و در توبه گرم شدگی ما سیرنکیو را همشه میگذاریم. وقتی که روغن گرم شد بعدا حرارت چه پستر میکنیم برای که وقتی بلندی بد باشد تیز میپزد و مثلا داخلش خام میویه و همین خاطر کمتر حرارت پستر در میمونیم که تا داخلش همش خوش رو پخته شوند. و سراول وقتی که ما یک قسمت چه میپزیم ما بلوی توبه را نمیپشونیم و وقتی که به دیگر طرف گردوندیم در این حالت ما علاقه بلوی توبه را سرپوشه میپشونیم که در حول به نهایت خوب پخته شوند. صبحانه خوشتم، زیبا، خوشبوی و خوشنمای معلکه آماده شد و آرایش بالای صبحانه با میوگی ها، مربه ها و خوکه شکر آرا داده شده است و دیزاین آرایش وابستگی به هر یکی شما دارد. البته بانوانی عزیز، نفرهایی که در خوردن غذا هستین مرحمت کنین همراه ما و به شما و به ما نیز اشتهای طعام و با باقی مانده تماشابینان تماشای با فراغت آخرین نوار با ما باشه، زیرا که بهترین معلومات ها رسیپت ها برای شما است. بانوان بانوان عزیز، با درخواست یکی از اپای عزیز و مهربان ما که مدت خیلی زیاد است در کامنتری از ما درخواست میکنه که برای آن کس ما پیشکش گردانم ماسکه هایی که برای نیست کردن آژانگ های روی در شرایط خانه هستند و امروز تصمیم گرفتم که از یک دانه تخم دو نوع این ماسکه را برای نیست کردن مارشینه، یعنی آژانگ های روی، گردن و پشیبر و این چونین یک ماسکه که برای گردی چشم هست پیشکشتون گردانم. و پیش از آغاز کردن ماسکه امروز این لایف هک برای نیست کردن آژانگ ها، یک چیز میخوام برای هر یک شما خاطر رسانی کنم که بانوان عزیز، مادرهای عزیز، اپاهای عزیز، هر یک کریم هایی را که در شرایط خانه ما برای نیست کردن یکان نوعی مشکلات چهره آماده میکنیم و استفاده میبریم، اینها ماسکه های هستند که به ضرر هستند، در ترکیب اینا خیمیکت ها کم دیده می شود، لیکن بانوان عزیز
باید هر یک اینها پیشکی تست گذرانیده شوند که به شما به چهره شما آسیب نرسانند. چگونه؟ یعنی هر ماسکی را که خواه برای نس کردن اوژنگ ها، خواه برای نس کردن دونچه های سرخ، خواه دونچه های سیو، هر چیزی که نباشد، شما سراول پیشکی در پوست دست خودتون تجربه گذرانید، بینید که الرژی نمیتیه، یعنی حساسناک نیست به دندان، بعدن در پوست روی خود سنجین، زیرا که به بعضی ها میتوانید که پوست رویشان سرخ کنه یا که یکون الرژی دیگر رسانه شونه. اکنون شروع میکنیم به لایف هک امروزه، ماسکای برای نیست کردن اوژنگ پوست روی، گردن و پشی بر. خوب، برای ما سه دونه انمخه بنان لازم است. با سه دونه بنان ما یک دونه زردی تخمه ایلوه میکنیم و سفیدیش ما میگذاریم. از سفیدیش باز یک کرمی دیگر آماده میکنیم. اکنون به داخل آن ایلوه میکنیم سمیتنه ای که فویزی روغنش، یعنی جیمستش زیاد است، یک قاشق از آن ایلوه میکنیم، یا اینکه یک قاشق از سلیفکه ای که جیر در ترکیب، یعنی روغنش زیاد است. همه اینا را خوب آمیخته میکنیم و ماسکای ما نمیقدر آماده شید. برای که کمتر سختتر باشد که در روی ما خوبتر بسته، ما به داخلش ایلوه میکنیم آردی برنجی، یا اینکه کمی از افسیانکا. ما افسیانکا را نخیر از الک شکنده میگذارونه با مونندی آرد میشوه و این هم یک لفخه که خوبه که شما مثلا دیگر آرد چه نمیخرین. انا میخیر افسیان را خچه میگیرین، مایده میکنین، با داخلش ایلوه میکنیم. اکنون دوستانی عزیز، با آن همین گونه پختچک‌هایی که تو برای تازه کردن آرایش از چهره است، با آن همین گونه پختچک‌ها ما از آن همین محلول آماده کردنمون سراول در دستمون میمولیم و مدتی 20 دقیقه یا اینکه 15 دقیقه میستیم، خشک میشود، دستمون میشویم. میبینیم که اگر یک نوع الرژی، یعنی حساسیت نداده باشه، بعدا میتوانیم که در رویتون، گردنتون و پیشوی بارتون استفاده برین. این محلول شما میتوانین که در یک هفته 3 مرتبه استفاده برین و نتیجه دلخواه به دست میارین. اکنون 15 دقیقه از من گذشت، ما علاقه محلولت شوشتیم و دیده میشود کمی که پوست روی دست علاقه دیگر است و بعد از آن ما از کریم هایی که برای ملایم کردن، یعنی اولیش نیش کریم ها هستند، ما از آن همون ها استفاده میبریم برای رومون. وقتی که در روی کردن و پیشی بر استفاده که بردیم، حتما ما کریم های ملایم کننده برای چهره استفاده میبریم. علاقه رزولتات، یعنی که نتیجه هست، یک دست کمی دیگر تر است، یک دست دیگه هم هموار، هم پوستی دست کمی ترنگ و هم سفید است. علاقه دیده می شود که ناوگونی هست. اکنون می گذاریم به لفخک دویم. برای اون که از چشم هایتون شما ورمی رو دور سازید یا اینکه آژنگ ها رو نست کنید، شما می توانید که یک دونه زردی تخم رو تا خوب سفید شدنش، یعنی کف کردنش خوب لط می زنید و بعدن از چنین نوعی پختچک ها شما استفاده برده، پختچک ها را میتونین که به داخل تر میکنین و مدت 15 دقیقه به بالای چشم هاتون پوشیده به بالای چشم هاتون میگذارین و در یک جا دراز کشیده استراحت میکنین. یا اینکه میتونین که به تمام قسمت های چهره تون مولین همینه و مدت 15 دقیقه ایستین. این محلول هم شما میتوانید که در یک هفته 2-3 مرتبه استفاده برین و نگفته نمونه بانوانی عزیز که البته که پخته چک را در بالای چشمتون انا همین گناه گذارین و چشم هایتون را پوشین،
مدت 15 دقیقه ایستین، یا اینکه سر اول در تمام پوستی روی میمولین و بعدن یک مرتبه یک در تخم تر کرده در بالای چشم هاتون میگذارین میستین و بعدن با آب شیرگرم شسته روی هاتون از کرم های ملایم کننده استفاده میبرین. نگفتنم مونه بانوانی عزیز که هر محلول ها هر کرم هایی که در شرایط خانه ما آماده میکنین برای نیز کردن مشکلات ها از چهره، همه اینو با یک مدت معین نیست میکنن مشکلی های شما را. دوستان عزیز، من امروز میخوام که سوشی آماده کنم در شرایط خانه پاک و تازه و آزاده، و برای تیار کردنش ما برنج برای سوشی خریدگیان. شما میتونین برنجای خطایی در تاجیکستان روسیه دم هستن، از آن همه خیلی برنجای استفاده برین. برنجای نمخی گرد گردی مایده مایده هست، آن نمخی لان سخت جان. انا همه قدر وزن میگم چند گرمه، 150 گرم برنج. سر اول برای تیار کردن 150 گرم برنج میجوشونیم، وزن تازه کده میشون در توبه میگیرم. دوستانی عزیز، چقدر که میبینین با اندازه 1 سانتی متر آبی ما از برنج بالای در موتا وقتی جوش آمدن شمه گذاره میجوشه. عموما اینا نمیکوبیم، وقتی که جوش آمد بعدا سرپوشی توبه را میپوشیم، مدت 12 دقیقه میگذاریم که برنجمون خوب پخته شود. اکنون دوستانی عزیز، ما آماده میکنیم محلولی که برای داخل برنج به ما لازم میآید. برای آماده کردن اون به ما لازم میآید اکسوس برنج، یعنی سیرکای برنج. اگر نفرایی که شما سیرکای برنج نداشته باشین، میتوانین که از اکسوس یابلچنی اکسوس میتونین استفاده برین، یا اینکه از اکسوس های عادیه که پرسنتشون 9% هستند. چکار میکنیم؟ ما سر اول 50 میلی لیتر سیرکو را میگیریم و به داخل اون ایلوه میکنیم 15 گرم شکر ایلوه میکنیم و کمی نمک. همه این محلول را ما خوب هم دیگر لط میزنیم تا اینکه خوب حل شوند، و وقتی که برنجی ما پخت به داخل برنج ایلوه میکنیم. این سکرت اساسی تعمی گوورو داشتنی سوشی است بانوانی عزیز. حتما این محلول را باید ما آماده کنیم. خوب دوستانی عزیز، چخلی که دیدین برنج ما علاقه به جوشیدن رسید. اکنون توبه را میپوشیم و حرارت چه پست میگذاریم، مدت 12 دقیقه جوشیدن میگیره. برنج ما علاقه آماده شد و به یک توبه الهیده میگیریم و بعدم به داخلش ایلوه میکنیم محلولی آماده کرده امونه، و همش خوب یک جا کرده بالای ظرف ما با سچاق پیچانیده میتوانیم که در یکان جای سردی بالکن یا اینکه بیرون از تریزه ها گذارین تا اینکه تیز و زود سرد شود. مدت 2 ساعت میتونین که در بیرون گذارین. محصولات های لازمه برای آماده کردن سوشی به ما دوستانی عزیز، بادرینگ در کار است، اووکادو در کار است و ماهی در کار است، و اینچونین از محصولات هایی که با مخصوص از مردم خطای مثلا هستن برای تیار کردن سوشی، از آن گونه محصولات ها در کار است، یعنی ورقه های سیاه و مخصوص چوبچک هایی که با اونها ما سوشی را میپیچونیم. با سوشی هر یک نفر موافق طعم و ذوق خودش محصولات را ایلوه میکنه، و ما همو محصولات هایی که روی دست در خونه بودن از آن همو محصولات ها آماده میکنم، و در سوشی طعم و مزه از حد زیاد مزه سوشی را دیگر میکند و لازم هم نیست. به همین خاطر ما تنها از بادرینگ، اووکادو و ماهی استفاده بردم، و این چونین تورژن سیر هم در کاره دوستانی عزیز. انا همین گونه سیدکچه که ما با این سوشی رو میپیچونیم دوستانی عزیز، ما سر اول برای که کاری ما آسان شود و داخل مشمو یعنی پیشوای پلیونکا میپیچونیم، زیرا که وقتی که ما
با پیشوی پلیونکا میپیچونیم ست کچای چوبی را کار آسان میشود و هم سوشی در وقت پیچونیدن خوب میپیوید نمودی ظاهریش. به همین خاطر حتما وقتی که از چونی نوعی ست کچای چوبی خریداری میکنین با پیشوی پلیونکا شما پیچونین و بعدا همراه چوبچاکو میتونین که سوشی پیچونین. سبحانك ربی سبحانك 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 سبحانك ربي سبحانك لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاح منك وإليك عظم العطايا مبسوطا يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك سبحانك. خیلی که شما دیدین دوستانی عزیز، ما دست ما در آب خنک تر کردم و بعدا برنج گرفتم تا که برنج در دست ما نچسبه و کار هم روی برنج کار کردن آسان شود و کم در بلوی کاغذ های سیاه گذاشتم، تواروژنی سیر گذاشتم، بادرینگ، اووکادو و از ماهی. با شما چیزی که پسند می آید میتونین که انا همو محصولات را ایلوه کنین و با همراهی سیدکا چهک سخت سخت زیر میکنین و آخری قسمتی ورقه سیاه شما میتونین که کم در آب تر کنین تا اینکه خوب چسبیده شود و انا مخی در شرایط خانه شما میتوانین که سوشی ها را با طب دل خودتون حلال و تازه و پاکیزه آماده کنین و با مثلا جایی هایی که مردمی غیر مسلمان آماده میکنن با اون جاها برای خوردن سوشی نروین دوستانی عزیز. با همین خاطر ما انا همین ریسیپت سوشی را به شما پیشکش میگردانم، شاید که در بین شما نفرایی باشه که دوستداری سوشی باشن با منندی من. بانوانی عزیز، همه وقت کوشش کنین که در زندگی از عهده تمام نوعی آماده کردن غذاها براین، زیرا که ما همه روزه همه وقت نمیتوانیم که برای چشیدن غذای یک ملت دیگر یک دولت دیگر ما با طربخانه ها رویم و مبلغ زیادی خدمانه صرف کنیم. یعنی که شما اگر خواهش و ذوق داشته باشین میتوانین که زنی باشین که اسراف کم کنین و در شرایط خانه هم خود میاموزین و هم تازه و پاکیزه و آزاده با اهل خانواده خود پیشکش میگردانین. این یک شعاری است در زندگی برای ما که اگر ما یک مرتبه چشیدم یک غذا را در یک اون طرف خانه، مرتبه دیم کوشش میکنم که خودم در خانه در شرایط خانه پاک و تازه و آزاده و مهمتر از ما از همه با طب و دل خودم آماده کنم. پس وقتی که ما توانستم، همه شما نیز میتوانین که سوشی را در شرایط خانه با طب و دل خود آماده کنین و با اهل آیله استعمال نمایم. بانوانی عزیز، در اینجا ما هم سوشی آماده میکنیم هم رول. دوستانی عزیز، امروز تقریبا 29 مینوت ما ویدیو کردم، زیرا که ویدیوهای خوب بودن، چیزهای فایدناک لازمه برای هر یکی شما بودن، به همین خاطر نخواستم که به دو قسم تقسیم کنم، یک ویدیوی پوره خوب براتون پیشکش کنم. و شما چون هر وقت دستگیر فراموش نسازین، به دوستان، اپاها، خواهرای خودتون کانال های ما را توصیه کنین، زیرا که دستگیری های شما هست که همه روزه ما با پیش حرکت کرده استودایم و پیش نیز قید کرده بودم و امروز هم قید میکنم که کانال ما تنها و تنها خاص زن ها هست، زیرا که تنها غذا پختن غذاها هست، لایف هک برای روبوچین خانه یا که عموما برای یک نوعی کار بوری خانه هست، به همین خاطر تنها زن ها می توانند دستگیری کنند و زن ها تماشا بینی ما باشد و با مرد ها همین قم اگر شاید یک نفری که باشد گفتنی هستم که لطفا ترک کانال ما کنید، زیرا که مقصد هدفی ما تنها کار با همراه زن ها هستند و همین گونه هم میخوام که تنها و تنها زن ها و ابوناچی کانال ما باشند، اپاهای عزیز و مادرها و گل دختران عزیز ما. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فقر رسلا فضلا وعلا أهدى الصبولا لدلالك
طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فقر الرسل فضلا وعلا أهدى الصبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هدي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته كل العرب في خدمته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فقر الرسل فضلا وعلا أهدى الصبل لدلالته سعتي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرا والرب خوب عنوانی عزیز سوشی و رول های ما علاقه آموده شدن ما کمتر در بلوشون تواروشنی سیرکتی آرویش میدیم و در ایجا باشه با از بلوی تواروشنی سیر کمتر کنجود میکنم به نهایت تامش بلازد میشه و کمتر سویب سوس در ظرف میگیریم اکنون شروع میکنیم برای چشیدن تام و لذت سوشی ها در شرایط خونه خوب دوستان عزیز باور کنین به نهایت لذت خوب دارد هرچی که ایون است حجت به بیان نیست میگویند چه خیلی که میبینین از نمود ظاهریش هم معلوم است که به نهایت تامی بلازد دارد نمود اشتها آور است و مرحمت کنین شما به اهل اویله خود آموده کنین در شرایط خونه با دل پر که مثال همه محصولتاش پاک و تازه و آزاده هستند و مهمتر از همه میدونین که حلال هستند خوب بانوان مادران و دوستای عزیزی ما کوشش کنین که هر چی قدره که میتونین با ویدیوهای ما دستگیری کنین لایک و کامنتاری های خوب اختانه دریغ ندارین و با دوستان نزدیکان مادران اپاها خوهرای خود روان کنین کانالی مورا و ویدیوهای مورا که دستگیری کنن و اونها نیز از چونین نوعی دستورعمل ها آگاه باشند تا اینکه توانند که در شرایط خانه برای اهل اویله خود آماده سازند باقی سربلند خانه آباد باشد الله یار مددگاری هر یکی شما باشد